بله خوش آمدین. کلگی منتظر بودن بالاخره ببینن چهره هایی که از سریال هاست تا بارم چهره خالی است تا بارم ما دلش مارغو میکنیم که کیا هستن و در پشت از او نقش های بسیار موفق در سریال هاست دوبلر های بسیار موفق ما کیا هستن. خب ما اول علاقمند هستیم بابر را بخوایم کسی که نقش بابر را میخوانن. محمد خان در ارباب کوچک نقش میخواندن، نویان در قیام بودن، بله. اسکندر در وادی گرگا بودن و بابا بهری هم در قلبهای سرد هستن که نام خودشان محمد عزیزی به افتخار محمد جان. بله محمد جان سلام بیادر. سلام علیکم. خوش آمدین. بفرمایین. و خوش آمدین. خوش آمدین. و کسی که دوم مهمان دوم ماست یا نقش فریحه را در فریحه میخواندن در سریال فریحه دارد سریال فریحه بله, بله. نقش مارال در سریال مارال میخواندن و نقش بلگر در سریال پنج خواهر میخواندن بلگر و نقش نهان در سریال نهان که بسیار مشهور است میاله میخوانن و کل یه علاقمند است چهرهشان ببینن بخوایم شان یعنی و این صدا بسیار صدای مشهور است از کاراکترهایی که دخترها را میخوانن و نقشهای مرکزی را به افتخار منیژه جان قدیری کف بزنید. منیژه جان بفرمایید. سلام. سلام. خوب هستین؟ این چوکی بر شماست. تشکر. بسیار خوش آمدین. خب و کسی دیگه که مهمان ما است نقش علی را در سریال ارباب کوچک میخواندن، علی دیاتان احمد و پویراز در قلبهای سرد و امیرم در نهان. نهان با. که نام خودشان است حبیب جان سادات. از حبیب جانم میخواییم که بیاین به برنامه. به افتخار شما. این چهره های از این دوستا را بالاخره شما دیدین؟ گفتیم باش که حالم یک ذره دل شما او شوه که امیالم به دیری ببینید جان هر کدام شان لایده. خب محمد عزیز، زبیب جان و منیجه جان همتان خوش آمدین به برنامه. خوش باشین. سلام بر شما. زنده باشین. تشکر. خب حفیظ جان شما خوب هستین؟ راستی در اینجا در قاب گفتگو هستین. من فکر کردم در دیگه جای هستم. بسیار خوش هستم که در خدمت شما جوان ها هستم. دختر هایم هستین، بچه هایم هستین، بابتان هستم. ما شناختین مره؟ بدون شک شناختیم تان. اینال دوستا فهمیدن که محمد عزیز اون صدای بسیار زیبا داره که شما همیشه میدین و بر اولین بار خود شخص میبینین که می صدا را میکشند و این صدای بسیار مشهور شدن و منیژه جان قدیری که نقشای بسیار فوق‌العاده خاص خواندن و صدای بسیار زیبان دارن و صدایشان هم بخید می هر کرکتر میخوانه. بسیار خوش آمدین منیژه جان. تشکر حفیظ جان، لطف میکنین، تعریف میکنین، لطفتان است. ما هم سلام های من خدمت تمام مردم عزیز و نجیب افغانستان تقدیم میکنم، خدمت پدرجان مادرجانم تقدیم میکنم و همچنان خدمت تک تک شما دوستای عزیز. لطف کنین خوش آمدین. باش که صدایشان رو که شما آشنا شو و پویرازم در پالی مشیشته کسی که زیادتر همیشه در جار جنجال و جنگ است. خوش آمده. ما خوش باشیم. برابی خود سلام خود خدمت دوستا تقدیم میکنم. باش که کمی در هر جایی که بری با تشویش میباشی، استرس میداشته باشی و پس آن آدم عادت میکنه. عادت میکنه. دیگه خوش هستم که با شما هستم. زنده باشین. تشکر. خب بیان که سوالا را آغاز کنیم و از اینجا پرسان کنیم که چند سال میشه کدتان یک جواب بتین که چند سال میشه در بخش دوبله کار میکنین محمد عزیز؟ والا در بخش دوبله حفیظ جان من تقریبا 8 سال زیادتر یا کمتر میشه. بسیار خوب. و که فعالیت داری؟ فعالیت دارم و یک مدتی هم میشه که به غیر از دوبله یک بخش دیگه هم همکاری دارم در بخش ادیت. بسیار عالی. بسیار عالی. نام خدا 8 سال و شما منیجر جان؟ از ما 7 سال میشه حفیظ جان. 7 سال میشه کار میکنین. از ما 5 سال میشه. 5 سال میشه. خب ببین که اینا پرسش های دیگه که دوستا دارن. خب اول سوال ما از منیجر است. منیجر جان وقتی که نهان گریه میکنه یعنی شما گریه میکنین یا صدایش هم میکشین؟ چه قسمت؟ نه روشن جان دیگه در نقش که ما قدر گریه کنیم دیگه خلاص گریه خو نمیکنیم اما اکتش هم میکنیم دیگه. بعضی وقتا واقعا گریه آدم میایه و بعضی صحنه هایی میباشه که تاثیرگذار میباشه او را گفته نمیتونین. یکان دفعه تو شده که در خانه دلتان پر بوده باشه در استیدیو دلتان یخ کرده باشه؟ نه حفیظ جان تو محمد عزیز از خود شده؟ والا نه تو یک اتفاق نفتیده ولی اتو زمان پیش آمده که ما نقشی را خواندیم و مو صحنه خیلی سر ما تاثیر کرده و یک قدر یک صحنه غم انگیزی بوده که واقعا اشک ما متوجه جاری شده.
و یک دفعه اگر کدام نقش بسیار خشن خوانده باشین و در خانه رفته باشین تو قار سر کل ایغان مقال کرده باشین شده ای؟ والا نه، وقتی که نقش میخوانیم در خانه میریم یاد ما میره به خاطر که کار هر روز است. آه کار هر روز است. در خانه که میره تو نقش های دیگه است که از این نقش ها شکر میکشی. خب محمد جون ایتو کدام نقش بوده؟ البته من خبر دارم خود سیار هم یکی از دوبلر های بسیار مشهور است، یعنی تیار هم از خاطر دعوا بالا شد. نام ما را گرفتیم تیار ها باید بخاطر امنیتم. به دوستای عزیز بگویم که تقریبا ما 10 سال 8 سال یا 9 سال به قدر ها یک جایی بودیم، یک جایی کار کردیم. و سوال باز محمد ای است که عزیز صاحب خودت تو کدام نقش شده که یک نقش انتخاب کرده باشی، رفته باشی پیش مدیر صاحب گفته باشی این نقش برام هبته؟ باز گفته باشه نه این نقش بسای تو نمیخوان، سای تو غور است، تو یک تو اینی مرده بخوان پیر باز غلمه غلط برام بده. من خودم خب پیر نیستم که برام بده. اتفاقا خیلی پیش اومده، بسیار پیش اومده. ما در اوایل دوبله را که شروع کردم خیلی مشکل داشتم در دوبله، یعنی یک آدم آرامی بودم و به می خاطرم درست نمیتونستم اکت کنم و درست دیالوگ بگویم و مدیرم با اینکه یک انسان بسیار محترم و خوبی است ولی متاسفانه در اون وقتا کم مهری میکرد و نقش نمیداد و قدر خوب گناه خود ما بود. بارها تکرار شده که ما رفتیم امرایشان جرابه است کردیم که این نقشه برای ما بتین، اینا میفهم ما خوش دارم این نقشه بخونم، ولی اونا گفتن نه بسا شما نمیخونه اون نقشه بخونین. از این گپو زیاد پیشم زیاد شده. ببین که تصاویر رو ببینیم دوستای ما که دوبله میکنن، این دوستای ما و بعض دوستای دیگه ما که چگونه است همین خود جریان دوبله که شما از ساعت 6 و نیم تا ساعت 10 شب سریال ها رو میبینین و دوستای ما که نقشه ها رو میخونن انمی قهرمانای هستن که حالا شما میبینین. اونام با محبت نیاز دارن، اونام سرما میخورن، ما هر روز از پیششان بی پروا رد میشیم، اونا در قفسه ها زندانی هستن. ما چرا به این اندازه به احساس هستیم؟ چرا؟ چرا به احساس هستیم بگو؟ کمال دلیل آمدن تبرم بگو، چو تو خواستی اینجا بیایی؟ و هم در یه وقت روز میفهمم چون دلیل آمدن دیگه چیز بوده نمیتونم. جالب است. نه اما باورم نمیشد که تو به خاطر این موضوع اینجا آمده باشی. میگه دق شدیم. نمیفهمم آیش اگل نشه است نشه. یعنی نمیفهمم که چی میگه. گپای ناک نزن آیش اگل، بین ما چیزی وجود نداره. آیش اگل از اگه تو خودم دارم. منیجر جان بر کدام نقش مشکل است؟ ما از امو وقت که آمدیم هیچ نقش برام ادا کردنش مشکل نبوده، چون یک علاقه خاص دارم و زمانی که طفلا را میگم واقعا در اون نقش خود به حد راحت است میکنم. طفلا را زیاد دوست دارم چون اونا دوست داشتنی است. نه خیر اون موضوع نیست، چون صدای به صدای خود خود میگم نقش، اما زمانی که طفلا را میگم زیادتر برام خوشایند است. خب من از عبیب جان یک سوال میپرسم. عبیب جان صدا یک دوبلر با چند صدا را کشیده بودم؟ والا نظر به استعدادش فرق میکنه. بعضی دوبلر هاست مثل سیرجان اینه که میتونه 5-6 صدا را بکشه، از بچگه که خورد تا آدم ریسفید از هر نگاه. و خانوما را زیاد بود؟ خانوما کمی ها دیگه مشیر از داره شبکه خنده نقشون مغل دیگه. او استعداد نظر به استعداد فرق میکنه. من شخصا خودم فقط 1 صدا را کشیدم میتونم. و محمد جان شما؟ ما والا دو سه صدا را میتونم. کدام نقش بعدت میاد من تا بالا که من نمیفهمم صدای من نقشایی که یک نقش زیاد بعد میاد که دیپالیس، چون نقشش منفی است هیچ خوش ندارم. اما چون دیگه مدیر صاحب برم دادن و ما هم نگفته نتونستم و مشکل شدا میکنم چون منفی است دیگه خوش نمیاد. بها بگم هم از نگفتنم بگم هم خوش ندارم بگم هم میخوانین شما. و جالبی است که نقشا در کل سریال یک دو نفر مضر میباشه. بازم مضر هیچ کس خوش ندارم نقش اجرا کنه کو دقت من شخص سریال خلاص میشه منفی میشه و راستی عبیب جان نقش امیر میخوانه. امیر در سریال نهان. بله در سریال نهان امیر میخوانم. نه کیام. خب محمد جان البته نقشای زیاد را کار کردی، بیشتر از کدام نقشت راضی بودی؟ برات خوشایند بوده وقتی که میخواستی بری برامو اجرای مو نقش و بسیار هم تو علاقه مندی خاص طرفمو اجرا شفته باشی؟ راستش ما همی تمام نقش ها رو با عشق و با علاقه خاص هم تو همیشه که رفتیم و اجرا کردیم خواندیم، ولی دو نقش برای من خیلی خاطره داشته. یک نقش ما در تقریبا 6-7 سال پیش در اوایل کارم میخواندم، حتما دوستا در یاد دارن، در سریال در جستجوی پدر نام و کرکتر
پترو بود. یک آدمی بود که شاید ما 5-6 نفر دیگه یک طرف بودیم و وزن او یک طرف. اگر اینجا دعوت میشد یک نفر میشید پشت میز. حتی امکانش نبود که روی چوکیو بتونه بشینه او. با اون نقش خیلی خوش داشتم و خیلی یادم گرفتم از او توپلر از اون نقش میشه گفت که یاد گرفتم. و یک نقش دیگه هم نقش محمد خان در سریال ارباب کوچک. این نقش خیلی یک نقش کمدی بود، دیالوگای بسیار جالبی داشت و من خودم هم کوشش میکردم که یگان چیزای از خود اضافه کنم در این نقش. کموتورم واقعا واژه‌ای را که به کار میبرم یادم هست که میگفت کلاپوچ، اونم کلاپوچ و کلاپوچ و بی خاصیت و از این کلمات زیاد زیاد استفاده میکرد. افسوس کدام نقش کردی که خودت باید دوره میخوندی کتابش؟ مثلا کاش این نقش ما میخوندم. والا افسوس هیچ نقش نکردیم سیار جان. نقشی را که دیدیم گفتیم اینمی از من میشه، امو از من شدم. مثل که امیر در سریال نهان گفتیم از من میشه، امو دیدم که در اول نام من نوشته بود که از خود داشت. خب بیاین که بریم بعض تصاویر رو ببینیم که همکارای ما در اینجا کشیشتن که من امروز غیر حاضر بودم رفتن در دوبله دوبله کردن که یار کدام نقش داده. یعنی ما خب فکر نکن کدام نقش گرفته باشه غیر از سیار که در اونجا بوده تجربه داشته. اما ما اگه میرفتیم ناکام میموندیم. ببینیم چی هست. راستی ماهر تو مطمئن هستی که کار ما درست است؟ ای ماهر تو مطمئن هستی که کار ما درست است؟ بشکر بایدن بایدن بخار بگیم. بسیار بودم نه؟ چقدر مغرورانه برخورد میکنم. خانشت ایفا سه اسمه او وقت بسیار بدخوی بودم نه؟ چقدر مغرورانه برخورد میکنم. خب دیگه یه قم جگرخونی نکنیم تیر شد. چید از دوستان ساخته نیست میگن نی خودکدر نی درد است نی درمان. ما بسیار خسته استم میرم تا بخواب. امروز از دو طفل مواظبت کردیم دیوانه شدیم. تو ببی یاد از دای عرفه ای بودن فشارم بالا رفته زنگ بزاری برش. بریم باز تصویر باید نشان بدن نه؟ اونا؟ کارتم داشتن برای آز خدا ببین اونا دزدای عرفه‌ای بودن فشارم بالا رفت زنگ بزن. خب آخر کار ساده نیست خودش اگه استعداد است. خب محمد جان میشه بگویی که آیا امی زمان که شما دوبله میکنین شخصیت های مختلف میباشه آیا سر زندگی شخصی هم تأثیر گذار است دوبله؟ آی نقشا والا من خودم شخصا وقتی سریال ها را میبینم یا نقشه ها را که اجرا میکنم همیشه نقشه های منفی را من متاسفانه یا خوشبختانه هر نقشی را که من اجرا کردیم نقش منفی بوده، آدم بدی بوده، مضر بوده. بله. ولی ما هیچ وقت اون مضریت و بدی از او را مد نظر نگرفتیم و کوشش کردیم که کار انجام عبرت شه برای من بدی از او دروغ و هر کاری که میگن استفاده مفید کردیم از اون بدی های از او. بعضی وقتا آدم علاقمند میشه که بعضی همون کاراکتر را به خود بگیره. ما خوش دارم از امیر بگیرم به خود اخلاقش هم مقاوش. و جالبی است که مثلا منیجه که زیادتر نقشای مثلا فریه را خواندن، فریه بسیار اکسیان مشهور بود یا مارال خواندن یا مثلا نهان عالم خوانن زیادتر در نقش عاشقا است. شما خودتان حالا نشده که گفته باشین ما مالا یک عاشق شوم یا چشم یک سرتون تاثیر کرده باشه این کاراکترها؟ نه نه حفیظ جان فقط امو یک ساعت دو ساعت که ما نقش میگیم بعد از او دایرکت هست که باید دایرکت کنیم دیگه امو دقیقی که میباشیم در اون نقش خود احساس میکنیم بعد از او پس راحت اگر اتو نشیم دیگه باقی کارا را باز پیش برده نمیتونیم. خانواده شما از یک چیز فایده کرده یک شب برق از یک شب نیشه و کنیز شما میشنیم قصه میکنیم شب این تو که باز یو یک صدایش میجه و صدای خدا میکشه خلاص خانواده گبس عاشقی شد از محمد یک سوال میکنم محمد جان نه بسیار مهم است این تو کدام نقش را خواندی که مثلا او کرکتر مقابلت که خانم است سر از او واقعا عاشق شده باشی؟ البته کرکتر که دوبله میکنه اون نفر که داخل تلویزیون است. نه خوشبختانه تو یک چیز نشده اما یک بار عاشق شدیم بس هم باز دیگه در عذاب خدا ما تو کنم یک عاشقی ها عاشقی ها که خورترک اومده در بیرون اگر رفته باشین عبیب جان و کدکست صحبت کرده باشین بگید نگفتیتون که سایتون آشناست والا یک جای فایده کردم در یک جای رفتم سلام برشون تقدیم میکنم لباس فروشی دارم همیشه که میرم مراحت هم میکنن چیز خوب هم میتر خب میبم اگه میو در سریال همی که رفتم گفت تو پویراز نمیخوانی و شما مریجا جان
حفیظ جان از ما بارها فامیدن، بعضی جایی که رفتیم فامیدن گفتن که شما می نقشه نمیگین، صدایتان آشناست. ما ناگزیر برشان گفتم که بله، و اونا به حد تعریف کردن از این کیفیت دوبله ما و از تمام کرکترهای تنهایی که تعریف از ما کرده باشن، از همگی تعریف کردن. واقعا تیم عالی هستن و همگی زحمت میکشن. واقعا همین گونه هم است. بسیار عالی، بسیار عالی. و بیاین که امی هشت بهترین سریال که نه ده بهترین سریال که در طلوع بودن، ما کوتاه کوتاه نمایش براتون میگیرم که کدام سریال بوده و دوستان و کسایی که حالا در افغانستان هستن نیستن این سریال ها رو بدون شک دیدن و در ذهنشان این خاطره ها چی شوه؟ تازه شوه. تازه شوه. تازه شوه. شماره ده زمان خوشو هم عروض بود. بله، تلسی. نو که از شماره نو دنیای اسرار یا بود پنج که بسیار مشهور بود یک وقت، یادتان است؟ کاکا ساله. شماره هشت فرار از زندان، یک سریال هایی که علاقمندیش کل جوان ها علاقمندیش بود. هفت عشق ممنوع. بله. که باز ممنوع شد چند وقت بعد سریال نشد. شماره شش سریال 24 که یک سریال های بسیار فوق العاده جنایی و اکشنی که بسیار جوان ها علاقمند سریال بود. پنج خزان، چهار وادی گرگ ها که چند فصلش از ما نشر شد و بسیار بشورت رسید. شماره سه زمان، شماره دو گل سیاه کندال، یاد تانامد کندال. و شماره یک قیام که آخرین سریال هایی که نشر شد و بدون شک تمامش از برکت همکارای ما در دوبله بودن و شما را سرگرم نگاه کردن و همیشه خوش و آرام باشن و موفقیت ها در نصیبشان باشن. و یک چیز دیگه هم که فراموش ما نشه، فکر میکنم اولین سریال میاری در افغانستان سریال 24 بود. اما تو بود 24 بود. اولین سریال به شکل دوبله میاری که در افغانستان شد. یک از چیزهایی که بسیار جالب است دوستان از بیرون بعضن که انتقاد میکردن، میگه سریال ها چی را میرسانن. بیاین سریال صحبت کنیم که چی را میرسانن سریال. محمد اتفاقا یک نمیفهمم، ما مردم افغانستان همیشه فقط از جنبه منفی را میبینیم. بله. هیچ وقت به مثبت از اون نمیبینیم و فکر نمیکنیم. خیلی پیام، خیلی پیامای خیلی بالای خوبی داره سریال ها. بله. عاقبت همه کار نشان میده. دقیقاً. اگر یک سریال یک کرکتر هم سریال، حالا چی دختر چی بچه چی جوان چی پیر، در هر رای کجی که میره عاقبت اون رو نشان میده که رای کج بار کج اینی است. خب بیاین بریم به طرف سوالای گزینه‌ای که دوستا دارن. خب منیجر جان، کدام در کدام نقش زیاد راحت هستی؟ خاله پیر، خاله قالمقالی یا خاله عاشق؟ خاله خو اول نی دیگه، جوان باید باشه دیگه، عاشق باشه بخاطر این که مثبت می باشه و صدای مکه صدای نرم است، یعنی شوخ نیست، جنگره نیست دیگه، از او خاطر در نقش آرام خود راحت است میکنم. خب من سوال میپرسم از بابا. بابا جوان بابا خود در نقش بابا باید سه کار را برمو امروز انجام کنن. سه، یکش انتخاب کنن، گریه، در نقش بابا خنده یا قهر. بابا خو اگه قهر شوه دیگه شما باید جمع کنین میزتون را برین، قهر نمیشم که امروز روز قهر شدن نیست. گریه هم خوب، اگه گریه کنم دیگه آرایش هایم خراب میشه. ما بعد یاد جوانی افتیدیم، خدا شیک کردیم امروز آمدیم اینجا سر ما گریه نکنیم. همین دیالوگ هایی که گفتم براتون فکر میکنم. خب عبیب جان از خود سوال میکنیم که اگر صدای سه شخص به شما بگویند که شما میتونید دوبله کنین، یکی سلمان خان باشه و همچنان شاروخ خان و همچنان امیر خان، خودت دوست داری کدامش انتخاب کنی؟ والا ارسیش دوست دارم، ارسیش آنه، ولی عامر خان زیادتر دوست دارم. سلمان خان یا سلمان خان؟ بیاین که یک نقش شما بازی کنین که برای دوستا جالب باشه، یک سکانس انتخاب کنین از سریال و که صدای ارسیتان در نقش در این که ما ببینیم و دوستان ببینن. کجاست یا کلاپوچ؟ تو پایراز کلاپوچ اینجا چی میکنی؟ من پایراز نیستم، من امیر هستم. امیر دیگه کی است؟ گپتا برابر دانت بزن، من امیر هستم. من محمد خان هستم. ماهوی کلاپوچ کجاست؟ این چی میکنه؟ کجاست او بخاصیت؟ او کلاپوچ؟ نهانم تلویزیون گل کن. نهان دیگه کی است که من نهانه برای من میگی؟ نهان اصحاب ما خراب نکو دیگه. زود شوین برم بگوین پایراز کجاست؟ عجله کنید. پایراز چی میگی؟ پشت پایراز اعلان کن.
دوسته سریال با هم پیوند آن میترزیم تلسی نه تمامش از چی بود؟ تمامش از حلوای سر بود جالب است که آرشتی هم بگفتر جانب تلسی داخل میکرد خب بین که از خود مسئول بخش دوبله دری یا فارسی طلوع بشنیم که چی میگن درباره کاراو یا؟ احمد راشد یعقوبی هستم مدیر بخش دوبلاژ تلویزیون طلوع مدت بیشتر از 10 سال شد که با پخش سریال های مختلف به صورت دوبله پشتو و دری در خدمت شما عزیزان قرار داریم. تلویزیون طلوع و موبی گروپ از جمله پیشقدمان بود که برای اولین بار دوبله را در افغانستان و در سطح رسانه های افغانستان رایج ساختند. یک نکته که قابل ذکر می باشد این است که سریال هایی که در سطح کشورهای مختلف تولید می شن هدفشان هیچگاه این نمی باشد که مردمشان و اجتماعشان به طرف انحراف بکشانند بلکه هدف این است که نکات مثبت و منفی یک داستان و یک سریال تذکر داده شود و تا بیننده ها بتوانند نکات مثبت مد نظر گرفته و از نکات منفیش عبرت بگیرند. افتخار تیم دوبله طلوع که بسیار تشکر از اینکه آمدین به برنامه و انشالله که همیشه موفق باشین بدرخشین و تمام همکارای دیگه ما که نامدن و نیستن و سلام برشون برسه ما بر شما یک تحفه داریم که باش کنم این تحفه را امیر جان مرا رابطه کنم تحفه را بگیرم تحفه از طرف ما بر شما و صندوق هم من بخیالم صندوق هم میگیریم ای بر منیژه جان ای هم بر تشکر حفیظ جان محمد جان و از خودتان باش که من از خودتا باز پسان برات میتیم جالبی است که بعد یک دوست ما میگم در پایین گدام از چی است کشیده میریم گفتم نه اینجا زیر میز و یا هم از عبیب جان سلامت. مبارک باشه برتان و این توفی ناچیز است که یادگار از ما پیش شما باشه شما لطف کردین بزرگی کردین و این افتخار بسیار بزرگی بود که ما دقایق همراه شما بودیم و همراه بیننده ها خدا کنه ما را تحمل کرده باشن خسته کن برایشان نبوده باشن بسیار خوش آمدین به قاب گفتگو و ای بود برنامه ویژه ما با میمانان ویژه از بخش دوبله و آن شما صدایشان دیدین انشاءالله که در وقتهای دیگر باز بعض دوستای دیگر هم دعوت خواد کردیم بله انشاءالله بریم به یک وقفه